این همون انکودریه که داشتیم. ببینید این واسطه اینجا برای انتقال دادای اینجا به خود انکودره، ما اصلا نمیدونیم از چه پروتکلی داره استفاده میکنه. چیزی که برای ما مهمه اینجاست که تو منوالش هم بهتون نشون دادم، خودش گفته بود مثبت و منفی، مثبت و منفی برای تغذیه مونه، این باس اینه، این باس اوته. حالا من توی نرم افزار بهتون نشون میدم که دیدید که ما میتونیم بیاریم از پروفیباس یه چیزی داخل به این وصل کنیم، بعد اگه یه انکودر دیگه هم داشتیم از B و A میگیریم میبریم میدیم به اون. گرفتین شد؟ یعنی مثل یه نود تو شبکه دیگه. اگه هم آخری بود مثل الان ما این فهم یه دونه بود، از پروفیباس اون فقط میاد به B و A میخوره. هم چیز پیچیده ای نیست. حالا اون سوکتی که هم نشونتون دادم این یکی دیگه است که اینم دست سازه. این لخت آوردم که ببینید فکر نکنید چیز عجیب غریبیه، که اگه یادتون باشه پین 3 بود و 8 که من با لعیمکاری، حتی این لعیمکاری من نیستم، من قد داغون لعیمکاری نمی کنم، مال یکی از رفقاست، من اینو در نهایت میزنم توی PLC چون این نریه، PLC مادگی میگیره و اینو وصل میکنم به انکودرمون. پس بریم و وصلش کنیم. خب من وایرامو سرسیمم که فراموش نشه. خب ببینید پس چی شد. اینو ای و بی شونم توی چیز داشتیم دیگه، تو منوال زده بود دیگه کدوم پین میشه ای کدوم پین میشه بی. طبق اون من روی این سیمه یه علامت زدم کوچولو با خودکار که بدونم که آقا این برای ای هست. شما میتونید از دو رنگ متفاوت استفاده کنید بهتره. اینم پیچ دومشم ببندم. این الان اوکی شد، این اوکی شد. خب ببین ما الان تغذیهش رو داریم، پروفیباسش هم داریم و این میاد کجا میخوره؟ میاد داخل پورت دی پی که برای پروفیباس تعبیه شده. نگاه کنید الان این کدر ما وصل شد به PLC. این هم که میدیم به کامپیوترمون که برنامه‌ریزی کنیم و ببینیم چی به چیه. خب من با اجازتون انکودرم وصل میکنم هدشو به خودش. اوکی تغذیهش هم وصل میکنم، مثبت و منفی 24 بهش میدم، روشن میکنیم. خب اینم PLCمون چه اتفاق براش میافته. ببین اگر ران شد و اوکی بریم، هیچ اروری هم نداریم، بریم و یه پروژه بنویسیم. اول یه آپلود میگیرم از این، خب که دیگه سخت افزارش رو نیام از اول بنویسم و بعد شروع میکنیم به فراخونی GST فایل این. چرا؟ چون ما اگر اینو بخوایم الان بشناسیم به این S7300 باید یه GST فایل بهش بدیم. GST فایلش هم کی میده؟ شرکت سازندش، که یادتون باشه سایت شو بود. حالا بریم توی کامپیوتر از شرکت سازنده انکودر GST فایلش رو بگیریم، روی سمانتیک منیجر نصب کنیم و بعد یه پروژه‌ای بنویسیم به کمک GST فایل انکودر این انکودر رو به این 300 بشناسونیم و در نهایت از اینکه میچرخه پالس بگیریم داخل برنامه اصلیمون. بریم برنامه‌شو بنویسیم دیگه. GST فایلش هم از کجا دانلود می‌کردیم؟ سایت سازندش.